در این ماه تلسکوپ وب توانست بزرگترین عکس‌ها در تاریخ را بگیرد و به معنای واقعی زیبا و فک افتادنی هستند. در این عکس‌های جدید چیزهایی دیده شدند که اصلا انتظار نمی‌رفت. مثلا اولین اینجاست. این یکی از پدیده‌های بسیار عجیب در فضاست و این پنگوئن و تخم که چهره دنیای واقعی را نشان می‌دهد و این یک ساعت شنی در فضا که گذر واقعیت را نشان می‌دهد و این برادرهای دوقلی واقعی در فضا و تصاویر شگفت انگیز بسیاری دیگر و همه توسط یک تلسکوپ، تلسکوپ جیمز وب، بزرگترین، پیشرفته ترین و بهترین تلسکوپ در تاریخ اخترشناسی. اما اول با این عکس بسیار عجیب شروع می‌کنیم. این نقطه‌های نورانی چی هستند؟ این یک لنز گرانشی هست و این نقطه‌ها یک کویزار هستند. یعنی اینها همه آینه یک جسم پرنور هستند. کویزار RXJ 1131-1231. یک کهکشان با این بزرگی می‌تواند فضای اطراف خود را پیش بدهد و آنقدر خمیده کند که هر نوری که از پشت آن می آید در این خمیدگی قرار می گیرد و به این طرف انعکاس پیدا می کند. مزیت دیگر این است که می تواند نور آن را تقویت بکند و یا یک جسم کوچک و نقطه ای را بزرگ و پراکنده نشان بدهد. این کویزار در فاصله 6 میلیارد سال نوری از ما قرار گرفته است که توسط این پدیده به چند نقطه پر نور و زیبا تبدیل شده است. همانطور که می‌بینیم کهکشان جلوتر مثل یک ذره‌بین عمل می‌کند و آن کویزار را جلوتر و پرنورتر نشان داده است. این یک حلقه اینشتین هست، یک دایره کامل با یک لنز کامل از نور در اطراف کهکشان که درستی نسبیت عام را اثبات می‌کند. یعنی اینشتین قبل از دیدن این عکس‌ها، قبل از فهمیدن این که اینها در فضا هستند، توانست وجود چنین چیزهایی را پیش بینی کند. البته بررسی این پدیده فراتر از اینها می‌رود. مثلا میزان پراکندگی ماده تاریک را نشان می‌دهد. پدیده‌ای که تنها از طریق تأثیرش بر گرانش کهکشان‌ها می‌شود اندازه‌گیری کرد. این لنز اندازه کویزار را بزرگ نشان می‌دهد و کمک می‌کند تا به دل آن رخنه کنیم و قلب آن را ببینیم. ابر سیاه‌چاله مرکزی و دیسک اطراف آن را با بررسی سیاه‌چاله موجود توانستیم چیزهای عجیب زیادی را در این منطقه پیدا کنیم. مثلا سرعت دیسک اطراف آن سیاه‌چاله به نصف سرعت نور میرسد و حتی بیشتر. نشان می‌دهد آن سیاه‌چاله با یک پدیده دیگر رشد کرده است. کنیبالیست هست، یعنی هم نوخوار بوده است. آن یک سیاه‌چاله ادغامی هست. با بررسی اشیه ایکس آن ماهیت واقعی آن را به دست آوردیم، چون این اشیه ایکس در هنگام عبور از سیاه‌چاله تحت تأثیر قرار می‌گیرد و تغییر شکل می‌دهد. این کویزار در داخل یک کهکشان قرار گرفته است، ولی چون بسیار پرنور هست، خود کهکشان میزبان و ستاره‌های آن قابل مشاهده نیست و کل کهکشان مثل یک نقطه پرنور و منفرد دیده می‌شود که نور کویزار مرکزی آن هست. در کیهان مدرن، یعنی کهکشان‌های نزدیک، چنین چیزی بسیار کم پیدا می‌شود و اکثر کهکشان‌های نزدیک ابر سیاه‌چاله‌های بسیار ساکت و آرام و بسیار بزرگ در مرکز خودشان دارند و تقریبا از دوره شروع کودکی خود عبور کردند. در کنار همه اینها ماده تاریک قرار می‌گیرد که به صورت جالبی 85% از کل ماده کیهان را در بر می‌گیرد و اگر انرژی تاریک را اضافه کنیم 95% از کل ماده و انرژی کیهان را در بر می‌گیرد. و سپس این عکس، یک پنگوئن و یک تخم. این یک برخورد جاذبه‌ای هست میان دو کهکشان. این کهکشان به صورت زیبایی دراز شده است و مثل یک پنگوئن دیده می شود. البته از هر طرف مثل یک چیز هست، مثلا در سمت دیگر مثل یک ماهی است و از سمت پایین مثل یک خرچنگ دیده می شود. در اینجا کهکشان بزرگتر به اسم NGC 2936 به صورت جالبی تحت تأثیر برخورد جاذبه‌ای قرار گرفته است، ولی کهکشان تخم و یا NGC 2937 تحت تأثیر قرار نگرفته است و این یک سوال می سازد. کهکشان اول از نوع مارپیچ هست و در اینجا می توانیم هسته مارپیچ آن را ببینیم.
آن یک کهکشان جوانتر و پر از ستاره‌ها و گازهای ستاره‌ساز بسیار تازه و پرجرم هست و به همین علت تحت تأثیر جاذبه کهکشان دوم و سرعت خود قرار گرفته است و کهکشان دوم از نوع بیضی شکل هست و بسیار متراکم هست و ستاره‌های آن بسیار پیر و کهنه‌سال هستند و مقدار بسیار کمی گازهای کهکشانی دارند و به همین علت اصلاً تحت تأثیر میدان گرانشی کهکشان اول قرار نگرفته است. این دو کهکشان در فاصله نزدیکی از یکدیگر قرار گرفتند، 100 هزار سال نوری، و تا چند میلیون سال بعد با یکدیگر ادغام می‌شوند، درست مشابه ادغام کهکشان خودمان با کهکشان اندرومدا که البته در فاصله 2.5 میلیون سال نوری قرار گرفته است و تا 4 میلیارد سال بعد اتفاق می افتد. اگر به بالا سمت راست نگاه کنیم یک کهکشان آبی رنگ را می بینیم. این کهکشان PGC-1237-172 هست و 100 میلیون سال جلوتر قرار گرفته و آن پر شده از ستاره‌های آبی رنگ و داغ و جوان هست که اگر در نور مادون قرمز میانی نگاه کنیم آن کهکشان ناپدید می شود و همچنین خیلی از پدیده های دیگر در این عکس و این به یک علت هست. نور مادون قرمز میانی فقط ستاره های سردتر و قدیمی تر و ابرهای ستاره ساز سرد را نشان می دهد که یعنی این کهکشان بسیار داغ و پر نور و پر از ستاره های بسیار جوان هست. این دو کهکشان در فاصله 326 میلیون سال نوری از ما قرار گرفتند و می توانید در صورت فلکی هایدرا آن را پیدا کنید و این عکس به دو شکل ظاهر شده است، ساعت شنی و یک انفجار هسته‌ای. این یک بستر ستاره‌ای هست، اسم آن L1527 هست، یک ابر مولکولی ستاره ساز و یک ستاره اولیه و یا پروتستار در وسط آن در فاصله 460 سال نوری از ما قرار گرفته است در صورت فلکی تاوروس و تنها 100 هزار سال عمر کرده است. در گازهای اطراف آن یک ترکیب پیدا کردند، پولوسایکلیک آروماتیک هایدروکربن. رنگ قرمز در وسط آن گازها و مواد داغ و بسیار سنگین اطراف ستاره مرکزی را نشان می دهد و نقطه مرکزی آن که سفید هست ترکیبی از همه گازها و مولکول ها هست که در حال جذب به سمت ستاره مرکزی هستند. جالب اینجاست که کنتراست بسیار جالبی در تصویر دیده می شود، از سیاه تا سفید، از آبی تا قرمز و سبز، و یک عکس بسیار زیبا را ساخته است و این یک تولد دوتایی است. در اینجا پدیده بسیار جالبی قرار گرفته، گروه ستاره‌ای WL20، یک منطقه بسیار معروف و شناخته شده و از سال 1970 تا به امروز مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا تصور می شد که یک ستاره هست، WL20S، ولی حالا وب نشان داد که دو ستاره بسیار نزدیک هست که حدوداً 2 تا 4 میلیون سال عمر کردند. هر دو ستاره در فاصله بسیار نزدیکی از یک دیگر شکل گرفتند و همسن هستند. سمت چرخش و جهت جدها یکی هست و به همین علت برای مدت طولانی تصور می شد که یک ستاره هست. این سیستم با تلسکوپ های مثل تلسکوپ رادیویی آلما، جیمز وب، هابل، چاندرا و خیلی از تلسکوپ های دیگر بررسی شده است. در اینجا ظاهراً در آخر دوره شکل‌گیری خودشان هستند و به زودی به ستاره های واقعی و چندین سیاره تبدیل می شوند. اینها در ابر ستاره ساز ریو اوفیوچی در فاصله 400 سال نوری قرار گرفتند. این هم عکس بسیار زیبا از سحابی اوراین هست که مخلوطی از عکس وب و چاندرا می باشد. این سحابی یکی از معروفترین ها هست و در فاصله 1500 سال نوری از ما قرار گرفته. در آن هزاران ستاره قرار گرفته است، ستاره هایی که بزرگ و پیر هستند، ستاره هایی که جوان و پرخروش و آبی هستند و ستاره های نوزاد و کوچک و هزاران پدیده دیگر. تصویر بسیار عجیب از سیاره مشتری هست، از مرکز بزرگترین طوفان در کل منظومه خورشیدی است، لکه قرمز بزرگ مشتری. دانشمندان یک پدیده تا حالا مشاهده نشده را در بالا و در مرکز این لکه مشاهده کردند.
سیاره مشتری یکی از پرنورترین ها در آسمان شب هست. سطوح بالای مشتری توسط میدان مغناطیسی آن و فعالیت‌های سطوح پایینی کنترل می‌شود و به همین علت از بالا و پایین در حال جوش و خروش هست و به همین علت بزرگترین طوفان‌های سیاری بر روی آن قرار می‌گیرد. من جمله لکه قرمز آن. زمانی که اولین عکس‌های مشتری وب رسید، همه در تعجب فرو رفتند. بر روی مشتری لکه‌های بسیار بزرگ و رنگدار پیدا شد. طوفان‌های سفید بزرگ، بسیار بزرگتر و بسیار زیادتر از پیش‌بینی‌های ما، و این یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های مشاهده شده در سطح مشتری. اگر با دقت با نگاه کنیم، مثل یک توپ آبی رنگ هست. در ابتدا ما فکر می‌کردیم که آن یک سیاری عجیب در داخل سیاره مشتری هست، ولی نیست. آن یک ابر تازه و یا طوفان تازه است که از پایین شدت گرفته و به بالا می آید. هر چیزی که هست در زیر لایه‌ها و ابرهای پایینی آن پنهان شده است و چیزی که الان می بینیم توسط گیرندهای نور فروسرخ وب هست. در غیر این صورت دیده نمی شوند. البته هنوز خبرهای زیادی در این مورد نیست و هنوز معلوم نیست که چه هست و به زودی اطلاعات بیشتری به دست ما می رسد. و سپس این عکس. اما قبل از توضیح آن به یک مطلب اشاره کنیم که تلسکوپ جیمز وب مثل یک دوربین عکاسی است، ولی به جای عکس برداری از فضای نزدیک از فضاهای دور عکس میگیرد. این گروه کهکشانی SPT-CL-J0615-574 هست، ولی هدف اصلی این عکس گروه کهکشانی نیست، بلکه دیدن اولین گروه های ستاره‌ای هست. دانشمندان با استفاده از تلسکوپ وب به گروه های کهکشانی در فاصله 460 میلیون سال پس از انفجار بزرگ نگاه کردند و نهایتا موفق شدند گروه های ستاره‌ای بسیار دور که در یک کهکشان در فاصله 500 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ وجود داشت پیدا کنند. کهکشان های اولیه در یک فیز به اسم انفجار ستاره سازی قرار گرفتند و میلیون ها ستاره در زمان کوتاهی در آنها شکل می گرفت. در اینجا 5 گروه ستاره در یک کهکشان لنز شده به اسم SPT-015JD1 پیدا شده است. به وسیله آن می شود، یعنی توانستند، چگونگی پراکندگی و چگونگی فرم گرفتن گروه های کهکشان را بفهمند. این لنزهای گرانشی که به آنها کمان میگویند بسیار مفید هستند، چون از طریق آن می شود اجسام بسیار کوچک مثلا ستاره ها و گروه های ستاره‌ای که در فاصله های باور نکردنی دور هستند را ببینیم، مثلا در فاصله 13.3 میلیارد سال نوری دورتر از ما. و از همین روش دانشمندان دورترین ستاره ها را پیدا کردند، دورترین کهکشان ها را پیدا کردند، HD1 و ایرندل، و حالا 5 گروه ستاره بسیار دور پیدا کردیم. در اینجا 2 چیز دست به دست هم دادند: حساسیت بسیار بالای آینه های وب نسبت به نور فروسرخ و لنز های گرانشی که در فضا هستند. به گفته دانشمندان، زمانی که تصاویر وب را بررسی کردیم حیرت زده شدیم. ما نقاط کوچک ولی نه زیاد کوچک را در کمان های کهکشانی مشاهده کردیم و می دانستیم که آنها یک کشف بسیار بزرگ هستند. می دانستیم آنها ستاره نیستند، کهکشان هم نیستند، بلکه گروه های ستاره‌ای هستند. اولین گروه های ستاره‌ای شکل گرفته در کیهان، دورترین ها. کشف این گروه های ستاره‌ای بسیار مهم هستند، چون پروسه آینیزه ابر کیهان اولیه را نشان می دهند، شروع کردند و باعث شفاف شدن فضا شدند. البته هنوز معلوم نیست که ستاره های جمعیت 3 در اینجا هست یا نه، چون اگر باشد یک کشف بزرگ محسوب می شود، ولی بعید به نظر می رسد، چون آن ستاره ها تنها چند میلیون سال عمر می کردند. این عکس بسیار زیبای وب از صحابی سرپنس هست. صحابی سرپنس در فاصله 1300 سال نوری از ما قرار گرفته، تنها 1 یا 2 میلیون سال عمر دارد که از نظر کیهانی بسیار جوان هست و همچنین در آن چند صد ستاره بسیار جوان قرار گرفته و این ستاره ها سنهایی در حدود 100 هزار سال بیشتر ندارند که بیشتر در مرکز تصویر دیده می شوند که به احتمال زیاد در آینده نزدیک به ستاره هایی مثل خورشید تبدیل می شوند.
اما علت اصلی رصد این سحابی چیست؟ این ناحیه از سحابی سرپنس فقط به وسیله تلسکوپ وب قابل مشاهده هست و حالا می توانیم ستاره‌های جوان و جدهای ستاری را مشاهده کنیم. قبل از این پیش بینی می شد که ستاره‌ها با میزان مواد ورودی و زاویه ورودی آنها چرخش خود را به دست می آورند و آن چرخش تا آخر با ستاره هست و حالا همین موضوع را در ستاره‌های واقعی مشاهده کردیم و نشان داد که پیشبینی‌های ما و محاسبات ما درست هستند و یک ستاره چرخش خود را از ابتدای تشکیل به دست می آورد. و حالا نوبت به فیلم بسیار جالب از ستون‌های خلقت هست. این فیلم مخلوطی از عکس‌های هابل، جیمز وب، چاندرا، یوکلید و چند تلسکوپ دیگر هست که همه با هم ادغام شدند و یک تصویر سه‌بعدی از زیباترین پدیده‌ای که آن را ساختند. این روش جدید ما را به یک دنیای سه‌بعدی آن می‌برد و نشان می‌دهد که از هر زاویه‌ای آن یک چهره خاص دارد. در این ویدیو ستون‌های خلقت از زاویه‌هایی که از زمین قابل مشاهده نیست دیده می‌شود. اما این سحابی کجاست و آیا می‌شود آن را با یک تلسکوپ معمولی دید؟ اساساً می‌شود، ولی اگر یک تلسکوپ قدرتمند داشته باشید. آن ستون‌ها در سحابی عقاب ایگل نبیولا هست که خود در فاصله 7000 سال نوری از ما قرار گرفته و با یک تلسکوپ 2.5 متری اینطور دیده می شود که در وسط آن ستون ها هستند. البته این پدیده اسمهای دیگری هم دارد: Elephant Trunk، Cold Molecular Pillars و چند اسم دیگر. آنها از مولکول های بسیار سرد ساخته شدند و ابرهای هیدروژنی هستند، ولی این گروه ها یعنی ستون های خلقت کمی متفاوت به وجود آمدند و برای به وجود آمدن آنها اتفاقات خاص زیادی باید روی بدهد. مثلا ستاره های بسیار بزرگ و پرقدرت لازم هست. این ستون ها در جای شکل می گیرند که ستاره های O و B که غول‌پیکر هستند و ارتعاشات بسیار وحشتناکی تولید می کنند باشد. این ستاره ها شکل ابرهای مولکولی، سرعت آنها، میزان آینیزه آنها و فشردگی آنها را تغییر می دهد که مثلا در سحابی اوراین بسیار پیدا می شود. اما در این میان قسمت‌هایی از سحابی ساکت و آرام و سرد و آینیزه نشده میماند و بیشتر اینها به شکل لوله‌هایی از خاک و مواد سرد در میآیند و مثل یک دیوار کیهانی جلوی نور را میگیرند که در اینجا ستون‌های خلقت یکی از آنهاست. مثلا این قسمت‌ها تحت تأثیر ارتعاشات ستاره‌های بزرگ اطراف قرار گرفتند، اما قسمت‌های پشت آنها نیست قرار نگرفتند که نهایتاً به این ستون‌ها تبدیل شدند. البته از این مثال‌ها کم نیست و ما تقریباً در هر سحابی ستاره‌ساز چنین چیزهایی داریم، اما اینها نزدیک‌ترین و بزرگ‌ترین هستند و البته زیباترین. به این نقاط کوچک توجه کنید. آنها تخم هستند. آنها مکان تولد ستاره‌های آینده هستند. تا حالا 72 بستر ستاری در این ستون‌ها پیدا شده است، ولی تنها 15% آنها علائم دیسک سیاری دارند و بقیه مواد کافی در اطراف خود ندارند و به احتمال زیاد به ستاره‌های کوچک و تنها تبدیل بشوند. در این ابر می‌توانیم پروسه کل کهکشان را ببینیم. تقریبا 95% کل ستاره‌ها به همین شکل ساخته شدند. همه از توده‌های گاز و مواد اولیه به وجود آمدند. حتی خورشید. در واقع خورشید 4.5 میلیارد سال پیش در چنین ابرهایی به دنیا آمد و حتی انفجارهای ستاری در اطراف خورشید اتفاق افتاده است که می شود در سنگها و شکل منظومه آنها را پیدا کرد. این ابر زیاد داغ نیست. مثلا مرکز آن 20 کلوین هست. گاز اطراف آن 60 کلوین هست و قسمت‌های بیرونی 250 تا 320 کلوین هست که نشان می‌دهد این یک پدیده نو و تازه است، یک گهواره ستاری جدید. تلسکوپ وب توانست در جهان اولیه یک کشف جدید انجام بدهد. وب در فضای اولیه 10 برابر انفجار ستاری بیشتر پیدا کرد و چند تای آنها به عنوان دورترین ها تا به امروز هستند. قبل از تلسکوپ وب ما انفجارات ستاری در فاصله 3.3 میلیارد سال بعد از انفجار بزرگ داشتیم، ولی حالا وب انفجارات ستاری حتی قبل از 2 میلیارد سال بعد از انفجار بزرگ را نشان می‌دهد
و تعداد آنها 10 برابر بیشتر از رکوردهای قبلی است. این انفجارات ستاره‌ای در طول 1 سال ثبت شدند، در طول سالهای 2022 تا 2023. یعنی در طی 1 سال 80 انفجار ستاره‌ای در فضای دور داشتیم که به نوبه خود یک پدیده عجیب محسوب می شود. دورترین انفجار ستاره‌ای ثبت شده توسط جیمز وب و در کل در تاریخ ردشیفت 3.8 دارد، یعنی در فاصله زمانی 1.7 میلیارد سال پس از انفجار بزرگ قرار گرفته است و بعد از آن ردشیفت 2.8 و پایین تر هست که در فاصله 2.3 میلیارد سال پس از انفجار بزرگ هستند و بالاتر. در اینجا 80 انفجار ستاره‌ای را می‌بینیم که هر کدام در فاصله‌های متفاوتی قرار گرفتند و در طی 1 سال اتفاق افتادند. از این انفجارات برای اندازه‌گیری فاصله و سرعت انبساط کیهانی استفاده می‌کنند و این هم عکس بعدی است. در آن وب انبوهی از مولکول‌های کربن را در اطراف یک ستاره جوان یافته است. این یک دیسک سیاری با وزن 1/10 خورشید است. در این دیسک اتان، اتیلن، پروتئین و ترکیبات شیمیایی زیادی کشف شده است. در اواخر سال 2023 و اوایل سال 2024 دانشمندان از دستگاه نورسپک وب استفاده کردند تا یکی از عمیق‌ترین عکس‌های وب را بگیرند، پروژه جادس، و چیزی را دیدند که آمادگی آن را نداشتند. زمانی که اطلاعات کامل دریافت شد، یک رکورد جدید ثبت شد. یک نور که از فاصله 290 میلیون سال پس از انفجار بزرگ می آمد. آن کهکشان ریدشیفت رکورد شکنی داشت، Z14. در اخترشناسی، ریدشیفت یک جسم نشانه فاصله آن از ماست. ریدشیفت بیشتر یعنی فاصله دورتر. علت آن انبساط کیهانی است. فراتر، نور این کهکشان خیلی بیشتر از انتظار بود. در اینجا یک سراب هست. این کهکشان در کنار آن نیست، در پشت آن هم نیست، بلکه یک کم جلوتر هست. این باعث شد دانشمندان از دوربین عمیق‌تر وب استفاده کنند، از دوربین نیرکم، تا دقیق موضع این کهکشان را روشن کنند. اطلاعات جدید هم نشان دادند که ریدشیفت درست است و نهایتاً در ژانویه 2024 به صورت رسمی اثبات شد. کهکشان جادس GS Z14 خط فاصله 0. پس از تزریق اطلاعات به دستگاه‌های ریدشیفت سنج متوجه شدیم که ریدشیفت آن بیشتر هست، Z14.32، و قبلتر از 300 میلیون سال پس از انفجار بزرگ قرار می‌گیرد. اما این همه‌اش نیست. در کنار او یک کهکشان جلوتر، یعنی یک کم جلوتر هست، جادس GSZ14 خط فاصله 1، تقریبا در همین فاصله هست. این کهکشان ها رکورد قبلی را شکستند، کهکشان جادس GSZ13 که در فاصله 13.4 میلیارد سال نوری از ما قرار گرفته است، 340 میلیون سال پس از انفجار بزرگ. هر دو این کهکشان ها در فاصله 13.5 تا 13.6 میلیارد سال نوری از ما قرار گرفتند. اما این غیر ممکن هست. یک کهکشان نمیتواند در این فاصله ها وجود داشته باشد. و حالا مدل های کیهانی ما کاملا در تهدید قرار گرفتند. در کنار فاصله آنها، نور آنها بسیار زیاد هست. در تصویر اندازه آن 1600 سال نوری است و نشان میدهد نور آن از ستاره‌های جوان تولید شده است و تقریبا مطمئن هستیم که ابر سیاه‌چالی در اینجا نیست. تقریبا این مقدار نور نشان میدهد در آن کهکشان چندین میلیون جرم خورشیدی ستاره وجود دارد. اما سال اینجاست، طبیعت چگونه این همه ستاره را در کمتر از 300 میلیون سال ساخته است؟ و این سوال خود ناساست. اطلاعات نشان می‌دهد مقدار زیادی گاز آیونیزه شده پخته در این کهکشان وجود دارد، از هیدروژن تا اکسیژن، و اینجاست که همه چیز به هم می‌خورد. اکسیژن. پیدا کردن اکسیژن در این کهکشان‌ها سوالاتی را می‌سازد. اکسیژن نشان می‌دهد چندین نسل ستاره آمده و رفته است. این کهکشان با تمامی مدل‌ها و پیش‌بینی‌های ما فرق می‌کند. شبیه‌سازی‌ها اصلاً اینگونه نیستند. در میان تمامی کهکشان‌های مشاهده شده تا به حال اینجوری مشاهده نشده است. اما تمامی کهکشان‌های مشاهده شده تنها در یک قسمت بسیار کوچک از آسمان مشاهده شدند و چه کسی می‌داند، شاید در دیگر قسمت‌ها چیزهای عجیب‌تر را پیدا کنیم.
دانشمندان گفتند در جایی که گاز اولیه متراکم شدند و ماده تاریک غلظت بیشتری داشت، کهکشان‌ها شکل گرفتند. در طول زمان این توده‌ها با هم ادغام شدند، بزرگتر شدند، غنی‌تر شدند و راهی شیری در میان این جور جاها شکل گرفته است. من جمله زمین جادس GZ140 و برادرش الان در بالاترین رتبه این لیست قرار گرفتند. دانشمندان گفتند ما نمی داریم کیهان چگونه یک کهکشان با این بزرگی و پرنوری و با این سنگینی را که میلیون ها ستاره دارد را در کمتر از 300 میلیون سال ساخته است. 300 میلیون سال کمتر از دوره دایناسورها می شود. به گفته ناسا این کهکشان ها حتی اگر 10 مرتبه کم نورتر می بودند باز هم تلسکوپ وب می توانست آنها را پیدا کند که نشان می دهد جیمز وب چقدر قدرتمند و پیشرفته است. و در آینده احتمالاً دورتر از اینها را مشاهده کنیم و این هم دومین کشف وب، اولین گروه کهکشانی که 3 تا هستند. تلسکوپ وب توانست یک کشف بزرگ انجام بدهد. 3 کهکشان اولیه و یا تخم اولیه آنها که در یک ابر اولیه قرار داشتند که واقعاً حیرت انگیز است. این کهکشان ها 400 تا 600 میلیون سال پس از انفجار بزرگ فرضی قرار گرفتند و رشد کردند و شاید خیلی دورتر از اینها. این کشف قسمتی از شناسایی توده های کهکشانی دور وب هست. جادس آن به عمق فضا نگاه می کند. قبل از وب هابل این ماموریت را بر عهده داشت. میدان فراعمق یک قسمت کوچک از آسمان هست که شامل صدها هزار کهکشان می شود و شاید هم بیشتر. هر کدام از این کهکشان ها یک تاریخچه جدا دارند، احتمالاً تا میلیاردها سال قبل تر. با زوم کردن در این قسمت ها وب توانست به فضاهای دورتر و تاریکتری کیهان اولیه برسد. وب توانست اولین استیج و یا مرحله یک کهکشان را ببیند. کهکشان هایی که تصور می شد از گازهای مبتدی و خالص هیدروژن و هلیوم ساخته شدند شکل گرفتند. اطلاعات وب نحوه شکل گیری ستاره ها و سیارات اولیه را در این زمان های بسیار دور نشان داد. یک پروسه ساده که گازهای اولیه و سبک را به اجرام سفت و سنگین و پیچیده تبدیل می کند. کشف این کهکشان ها مکانیک کیهانی را نشان می دهد. چرخ دنده های فضایی را نشان می دهد که اولین رکاب های دوچرخه فضا زمانی هست. این کشف میان دو شکاف بزرگ در شناخت کیهان و رشد کهکشان ها یک پل ایجاد می کند. میان دوران داغ و ساده و متراکم کیهان اولیه و دوری سرد و پیچیده کیهان الان. در کنار اینها کشف این پدیده ها مدل های کیهان شناسی را متحول می کنند. آن هم با تزریق اطلاعات جدید و بیمثال مدل ها بروز خواهند شد و به واقعیت بسیار نزدیک تر می شوند. مشاهده کهکشان هایی که از گاز اولیه متولد می شوند می تواند خط زمانی تحولات کهکشانی را تایید و یا رد بکند. اینها در دوران ریآیونیزیشن کیهانی قرار داشتند. دوره ریاینیزیشن یک دوره مفصل کیهانی است. آن خطی است که زمان شکلگیری اولین ستاره ها و کهکشان ها را نشان می دهد. زمانی که کیهان از شکل تاریک، فشرده و داغ به یک دنیای شفاف و قابل مشاهده تبدیل شد. این دوره پس از انفجار بزرگ شروع شد و شناخت آن یک چیزی الزامی است. در اولین دوران ستاره‌ها و کهکشان‌ها گازهای اولیه را آیونیزی می‌کردند و یا پخته می‌کردند و گاز خام و تاریک کیهان را به گاز پخته و شفاف تبدیل کرد. این پروسه باعث شد نور آزادانه در فضا حرکت کند تا اینکه ما بتوانیم آن را مشاهده کنیم و بشناسیم و متوجه بشویم که چه بر سر کیهان آمده است. اما چگونه؟ کهکشان های اولیه توسط نوعی گاز هیدروژن ابتدایی محاصره شده بودند و آن را در جذب نور آنها توسط گاز هیدروژن اطرافشان میبینیم، میفهمیم. این جذب نور نشان دهنده یک چیز هست. در داخل این کهکشان ها ستاره هایی به وجود میآیند. این نشان میدهد که آن کهکشان ها در جایی در زمانی است که ریآیونیزه کامل نشده است. و این یک سرنخ مهم برای شناخت کیهان اولیه محسوب می شود. آنالیز تصاویر جدید وب از کهکشان های جدید به اخترشناسان اجازه می دهد تا از عنصرهای موجود در داخل این کهکشان ها اطلاعات جدید به دست بیاورند. این تفسنجی ها الزامی است
چون نحوه شکل‌گیری کهکشان‌ها و ساخت اولین ستاره‌های کیهان را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که کیهان چگونه در تحولات آینده خود شکل گرفت. دستگاه‌هایی مثل نیرکم و نیرسپک وب توانستند ریچیفت این کهکشان‌ها را به دست بیاورند. یک روش برای مشخص کردن فاصله آنها و همینطور مشخص کردن ترکیبات داخلی آنها، مثلا از چه گازهایی شکل گرفتند، اینها برای مشخص کردن سن آنها الزامی است. ریچیفت به دست آمده از این سه کهکشان نشان می‌دهند که آنها در فاصله 330 میلیون سال پس از انفجار بزرگ قرار داشتند که در میان دورترین کهکشان‌های کشف شده قرار می‌گیرند. البته شاید خیلی دورتر، شاید به 200 میلیون سال پس از انفجار بزرگ هم برسند، چون همانطور که گفته شد اینها هنوز شکل نگرفتند و حتی به عنوان کهکشان شناخته نمی شوند و تنها توده های اولیه گاز هیدروژن و هلیوم هستند. اگر به 200 میلیون سال برسند به عنوان دورترین ها شناخته خواهند شد، یعنی پدیده هایی که در فاصله 13.6 میلیارد سال نوری از ما قرار دارند و یا 13.6 میلیارد سال پیش با ریچیفت در حدود 16 تا 18 که آنها را به عنوان اولی نورهای روشن کیهان می سازد، که البته تا تایید آنها کار زیادی مانده است و باید صبر کنیم و همچنین فراتر از اینها نشانه های ماده و انرژی تاریک هستند و نقش آنها در شکل دهی کهکشان ها و خیلی چیزهای دیگر. ماده تاریک چیزی است که نور تولید نمی کند، جذب نمی کند، انعکاس نمی دهد، ولی نقش بزرگی در شکل گیری کهکشان ها داشته است. آن با جاذبه خود گاز و ذرات کیهانی را در کنار هم قرار داده است تا ستاره ها و کهکشان ها به وجود بیاید. با نقش کشی و سرعت رشد اولین کهکشان ها ما می توانیم اندازه ماده تاریک را به دست بیاوریم، خاصیت و طبیعت آن را بفهمیم و فراتر انرژی تاریک، نیرویی که گمان می رود عامل چرخ انبساط کیهانی باشد. و با شناخت کیهان اولیه و این کهکشان‌های دور می توانیم قدرت انرژی تاریک را در طی دورهای مختلف کیهانی به دست بیاوریم و اینکه چرا کیهان در حال انبساط هست و چرا سرعت آن زیادتر می شود. سیاره وسب 43b. البته قبل از تعریف آن خوب است بدانید که عکس‌هایی که از سیارات بسیار دور گرفته می شوند واقعی نیستند، مثلا همین و حتی کادو 18b، چون آنها بسیار کوچک و در فاصله بسیار دور قرار گرفتند و جیمز وب نمیتواند چهره واقعی آنها را ببیند، ولی میتواند گازها و عنصرهای سطح و جو آنها را تشخیص بدهد و این عکسها ساختگی هستند ولی بر اساس اطلاعات واقعی. سیاره وسب 43b یک قول گازی داغ است، تقریبا مشابه مشتری ولی کوچکتر، تماما از گازهای هیدروژن و هلیوم ساخته شده است، اما بسیار داغ، داغتر از تمامی سیارات منظومه خورشیدی. آن به سمت ستاره خود قفل شده است و یک طرفش همیشه روز و سمت دیگرش همیشه شب است. دمای سمت روز آن به 1250 درجه سانتیگراد میرسد و در سمت شب به 600 درجه سانتیگراد. علت گرمای شدید حتی در سمت شب آن بادهای بسیار تند و وحشتناک آن است، تقریبا با سرعت 7000 کیلومتر بر ساعت میوزد و همین میتواند گرمای سمت روز را به راحتی به سمت شب برساند و همینطور استحکاک آن گرما میسازد و همینطور مانع خروج گرما از سیاره میشود. در کل یک جهنم واقعی است. آن سیاره در فاصله 2 میلیون کیلومتری از ستاره خود قرار گرفته است، یعنی 25 مرتبه نزدیکتر از عطارد به خورشید. در اینجا سیاره درست در جلوی ستاره قرار گرفته است و نور بسیار کم می شود و در اینجا سیاره آن طرف ستاره قرار گرفته است و نور انعکاس آن از کل نور دریافتی کم می شود. این سیستم در فاصله 280 سال نوری از ما قرار دارد. عکس بعدی از سر یک اسب بسیار زیباست. تلسکوپ وب عمیق‌ترین عکس را از این پدیده گرفت. سحابی سر اسب، یکی از زیباترین ها در فضا. در اینجا یال‌های این اسب را به وضوح می‌بینیم و بسیار زیباست. این توده ابر آبی رنگ مولکول‌های هیدروژن را نشان می‌دهند و این حاله قرمز رنگ اتم‌های هیدروژن هستند. در پشت آن هزاران کهکشان می‌درخشند. سحابی سر اسب
در صورت فلکی آراین قرار گرفته، در قسمت غربی ابر مرکوری آراین B و خود در فاصله 1300 سال نوری از زمین قرار دارد. در میان این ابر ستاره‌های جوان بسیاری وجود دارد و آنها این کف فضایی را شکل دادند و در اینجا تفاوت میان عکس هابل با جیمز وب را می‌بینیم و تلسکوپ اقلیدس که چند ماه پیش این عکس را فرستاد. ولی چرا این ستاره در عکس هابل نیست و اگر این است چگونه به این طرف آمده؟ عکس بعدی یک فضای تولد ولی بسیار پهناور است. جیمز وب یکی از عکس‌های عالی خود را فرستاد. کهکشان انفجار ستاره مسیر 82 در فاصله 12 میلیون سال نوری در صورت فلکی اورسا میجور قرار دارد. این کهکشان میزبان تولد صدها هزار تولد ستاره‌ای است. تقریبا 10 مرتبه سریع‌تر از راه شیری ستاره می‌سازد. این کارخانه ستاره‌سازی توسط توده‌های گاز و مواد و پدیده‌های فضایی پنهان شده است. اما جیمز وب از طریق نور فروسرخ می‌تواند داخل آن را ببیند. در اینجا دوربین NIR وب درست به مرکز کهکشان تنظیم شده است. هر نقطه سفید در اینجا یا یک ستاره است و یا یک ابر ستاره‌ای. رشته‌های قرمز و آبی رنگ بسیاری در بالا و پایین کهکشان دیده می‌شود. آنها عنصرهای سبک هستند. در مرکز کهکشان لکه‌های سبز رنگی دیده می‌شوند. آنها عنصر آهن هستند و از باقی مانده انفجارات ستاره‌ای مانده‌اند. نقاط قرمز تند گاز هیدروژن داغ شده است و این هم طول موج کوتاه‌تری این کهکشان است که بیشتر خاک و مواد کهکشانی را نشان می‌دهد. و در اینجا عکس هابل است که از کل کهکشان گرفته شده. عکس بعدی یک منطقه پرورشگاه ستاره‌ای است و یا گهواره فضایی NGC 604 در کهکشان بسیار زیبای مثلث قرار گرفته. در فاصله 2.7 میلیون سال نوری در داخل این توده ابر داغ 200 از داغ‌ترین و سنگین‌ترین ستاره‌های موجود قرار گرفته است. همه در دوران جوانی خود هستند. هر کدامشان حداقل 100 برابر خورشید سنگین‌ترند. دوربین فروسرخ نزدیک وب توانست حباب‌های قرمز و آبی رنگ این ابر غول‌پیکر را ببیند. طوفان‌های ستاره‌ای رودخانه‌هایی از مواد را ساختند. انرژی آنها باعث آیونیزه شدن گازهای اطراف می‌شود و آنها را در رنگ‌های سفید و آبی درخشان می‌بینیم. رنگ‌های قرمز گاز هیدروژن سرد شده هستند. سوخت ستاره‌های آینده و عکس میریان پدیده‌های متفاوت را نشان می‌دهد. آن فعالیت و داینامیک سحابی را نشان می‌دهد. در این عکس ستاره‌های کمتری دیده می‌شود چون ستاره‌های داغ در این طول موج نازک‌تر دیده می‌شوند و به جایش ابرهای سرد و تاریک و پنهان می‌درخشند و آن ستاره‌هایی که دیده می‌شوند غول‌های سرخ هستند، بزرگ اما سرد. ستاره‌ها چگونه به وجود می‌آیند و چگونه در محیط اطراف تأثیر می‌گذارند؟ اینها سوالاتی هستند که جواب ندارند و به همین علت در جستجوی آنها هستیم. در این عکس‌ها چیزهایی هستند که تا حالا دیده نشدند و این یک ستاره نوترونی است. کوچک اما بسیار وحشتناک. این سوپرنوای 1987 آ است. آن در فاصله 160 هزار سال نوری از ما قرار گرفته است. در کهکشان همراه ابر مجلانیک بزرگ. آن توسط انسان‌های گذشته هم دیده شده است. این برای اولین بار است که نشانه یک ستاره نوترونی را در وسط یک انفجار ستاره‌ای مستقیما مشاهده می‌کنیم. این تصویر فروسرخ نزدیک آن است و در سال 2023 گرفته شد. و این عکس آرگون آیونیزه تک است که توسط MRS گرفته شد، یکی از مدهای میری وب. و تصویر پایینی آرگون آیونیزه چند تایی را نشان می‌دهد که توسط نیر اسپک گرفته شده است. همه اینها یک سند محکم است، یک منبع نیروی بسیار پرقدرت را در وسط سحابی نشان می‌دهد و به احتمال 90% یک ستاره نوترونی است، یک منبع ارتعاشات انرژی بالا. گفته می‌شود این عکس‌ها اولین عکس‌های وب هستند که در سال 2022 در آزمایشات وب گرفته شده است، ولی آنها را به تازگی در سایت قرار دادند، تقریبا 1.5 سال بعد. و همانطور که می‌دانید صدها عکس توسط وب گرفته شده است، ولی تعداد کمی از آنها در سایت مخصوص وب قرار می‌گیرند و بقیه فقط در دسترس دانشمندان خاصی هستند. عکس بعدی یک کهکشان بسیار کمیاب است.
آی زیویکی 18 یک کهکشان کوتوله بی فرم، کوچکتر از کهکشان خودمان، در فاصله 59 میلیون سالی نوری از زمین قرار گرفته است. در این کهکشان عنصرهای سنگین تر از هلیوم را پیدا نخواهید کرد و یا خیلی خیلی کم هستند و به همین علت یکی از سبکترین کهکشان ها در کل فضای قابل رؤیت شناخته می شود که آن را شبیه اولین کهکشان ها می سازد. درست در پشت این کهکشان یک کهکشان بسیار بزرگتر و دورتر و مارپیچی وجود دارد که از سمت ما انگار که متعلق به این کهکشان است، اما نیست و اینها بازوهای آن کهکشان دورتر است. عکس بعدی یک تصویر عمودی است. در اینجا دانشمندان به دنبال یک سرنخ هستند که آیا مولکول کربن و یا مولکول‌هایی که کربن دارند در سرما به وجود می‌آیند و یا در گرما، و این دو ستاره در حال تولد هستند و به آنها پروتو استار می‌گویند و به اسم خاص آیراس 23385 شناخته می‌شوند. در اطراف این توپ‌های داغ سیارات در حال شکل‌گیری هستند. سیارات سنگی اما هنوز شکل نگرفتند، کامل شکل نگرفتند. بنابراین بهترین مکان برای شناخت سیارات مثل زمین است و این که عنصرهای موجود در سیارات مثل زمین از کجا آمدند؟ آیا اصالتاً متعلق به خود سیاره زمین است و یا از سنگهای آسمانی به آن اضافه شده است؟ به گفته دانشمندان، مولکول کربن ظاهراً در فضاهای سرد شکل می‌گیرد، چون در فضای گرم ذرات از هم تجزیه می‌شوند. عنصرهایی مثل اتانول باید در فضاهای سرد شکل گرفته باشد و سپس در مرحله سیاره سازی به سیارات اضافه شده باشد. هر نور طیف خاصی را نشان می دهد. این عکس 400 سال نوری را پوشش می دهد و داخلی ترین قسمت کهکشان را نشان می دهد. بیشترین مقدار گاز و ستاره‌ها در کل کهکشان را در اینجا پیدا خواهیم کرد. این منطقه جایی است که بیشترین ستاره‌ها در آنجا متمرکز شدند. از آنجا 4 بازو به بیرون کشیده شده است و باریکی آن 1000 سال نوری است. از 2 قسمت ساخته شده، دیسک نازک و دیسک پهن. دیسک نازک متشکل از ستاره‌های جوان است و متراکم‌ترین قسمت هسته کهکشان اینجاست و دیسک پهن ستاره‌های پیر را در بر می‌گیرد، جایی که ستاره‌های کم نور ولی سنگین و پیر وجود دارد. در این مناطق 4 گونه ستاره پیدا می‌کنیم: ستاره‌های روشن و داغ که چند میلیون سال عمر می‌کنند و آبی رنگ هستند، ستاره‌های تاریک و سرد که چند میلیارد سال عمر می‌کنند و قرمز رنگ هستند، ستاره‌های تنها و ستاره‌های گروهی و یا مجمع ستاره‌ای. این عکس نشان می‌دهد که مرکز کهکشان یک دست و منظم نیست، بلکه در هم و بر هم و خیلی متشنج است. مناطق میان بالاترین و پایین‌ترین تراکم و مناطق میان گرمترین و سردترین جاها. وب نشان داد که دیسک مرکزی تخت و افقی نیست و به جایش بیزی شکل و کج است. تقریبا در زاویه 45 درجه به ما قرار گرفتی. در این تصویر هر چیزی می‌بینیم: ستاره‌های آبی رنگ و جوان، ستاره‌های پیر و قرمز رنگ و گروه‌های ستاره‌ای و یک حاله آبی رنگ بسیار بزرگ. آن چیست؟ عکس بسیار زیبای اورانوس است، یکی از عجیب‌ترین سیاره‌های منظومه خورشیدی. این سیاره واقعا عجیب است. تلسکوپ وب برای گرفتن آن از 2 دستگاه استفاده کرد: دوربین فروسرخ نزدیک نیر کم و تجهیزات فروسرخ میانی میری. در عکس‌های وب چیزهایی هستند که قبلا دیده نمی‌شدند و معمولا توسط گرد و خاک و گاز و ابرهای میان سیاره‌ای پنهان شده بودند. تلسکوپ وب با لنزهای متفاوت خود زوایای متفاوتی از اورانوس را نشان داد. گرفتن چنین عکس‌های آسان نیست. هدف باید درست در مرکز آینه وب قرار بگیرد. باید نور آن به اندازه کافی باشد، نه زیاد و نه کم. یک بالانس میان همه چیز. وب همه این کارها را در حالی انجام می‌داد که با سرعت 28 کیلومتر بر ثانیه حرکت می‌کرد که سریع‌تر از یک گلوله است. البته نسبت به اورانوس، مثل عکس گرفتن از یک سکه از داخل ماشینی است که با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کند. یعنی اینقدر گرفتن این عکس‌ها سخت بودند، اما وب موفق شد و نتیجه به همان اندازه عالی و بی‌نظیر است. جزئیات بسیار بیشتر، نور بسیار بیشتر و چیزهای بسیار عجیب‌تر در این عکس دیده می‌شود. تفاوت میان دو عکس: در عکس جدید چیزهای جدید زیادی است. واضح‌ترین حلقه‌های آن است.
اورانوس 13 حلقه دارد که از سنگ و یخ شکل گرفتند. تقریبا برای تلسکوپ های دیگر نامری هستند، اما چشم های فروسرخ وب و رزولوشن بالای آن می تواند این حلقه های پنهان را ببیند و حتی شکاف میان آنها را. مثلا آخرین حلقه و حلقه آلفا و بتا، حلقه های زتا و دلتا و حتی چند قمر بسیار کوچک آن. اسم های جالبی دارند: بیانکا، کرسیدا، دستمونه، جولیت و پورشا و خیلی های دیگر. در این عکس اتمسفر اورانوس می درخشد که از گازهای هیدروژن، هلیوم و متان و آمونیا و آب تشکیل شده است. سیاره اورانوس از چند حلقه و از چند لایه تشکیل شده و هر لایه گرما، فشردگی و عنصرهای متفاوتی دارد. در این عکس ما مقدار زیادی و یا یک توده از گاز را در قطبان می‌بینیم که از متان یخ‌زده هست. نوعی کریستال هستند اما به شکل ذرات و سنگ‌های بسیار کوچک یخ‌زده. این تصویر نشان می‌دهد که ابر قطبی در طول یک سال کوچکتر شده است. ولی علت آن چیست؟ چون دارد سردتر و تاریکتر می‌شود و کم کم از خورشید دورتر و در همین لحظه قطب جنوب آن گرمتر و روشنتر و به خورشید نزدیکتر. اگر تمامی این اطلاعات را مد نظر بگیریم، می فهمیم که اورانوس عجیب ترین فصلها را در میان تمامی سیارات منظومه دارد. تقریبا 98% کج شده است و قطبهای آن مستقیما به روی خورشید می چرخد. و حالا نوبت به عکس بعدی و کشف بسیار جالب بعدی وب می رسد. تلسکوپ جیمز وب یک رویداد بسیار عجیب دیگر را رصد کرد. یک انفجار جدید ستاره‌ای، اما متعلق به 8 سال قبل. ولی چگونه و یعنی چه؟ در فضا پدیده‌ای به اسم لنزهای گرانشی وجود دارد و این اولین پدیده از این نوع است و وب موفق به این کار شد. این کهکشان MRGM-0138 است. یک کهکشان در 4 فضا لنز شده است. این کهکشان با یک گروه کهکشانی بسیار بزرگ لنز شده. در این کهکشان 2 انفجار ستاره‌ای وجود دارد که با این کشف می شود سرعت انبساط کیهانی را محاسبه کرد. خود این کهکشان 10 میلیارد سال نوری دور است و گروه کهکشان جلوتر که به اسم MAX-J0138 شناخته می شود 4 میلیارد سال نوری دور است، یعنی 6 میلیارد سال نوری نزدیکتر است. اما چگونه یک گروه کهکشانی و حوزه گرانشی آن نور یک کهکشان را به 4 سمت لنز می کند؟ این 4 لنز یک شکل نیستند. آنها قوس‌های متفاوت، نور متفاوت و حتی زمان متفاوت را نشان می دهند. هر یک از این لنزها مسیر جدایی را طی کردند. بنابراین یکی دیرتر از دیگری به ما می رسد و زمان یکسانی ندارند. و بسته به مکان لنز است که می تواند 1 سال نوری باشد و یا می تواند 100 میلیون سال نوری دورتر باشد. در نوامبر سال 2023 تلسکوپ وب یک نور را در یکی از این لنزها دید. قبلا آنجا نبود و ظاهرا یک انفجار است. انفجاری روشن در کل فضا. اما این اولین انفجار در این کهکشان نیست. در سال 2016 تلسکوپ هابل انفجاری در این کهکشان دید، اما در لنز آن طرفی. و حالا می فهمیم که انفجار جدید در واقع همین انفجار است، همان انفجار سال 2016. و همانطور که گفته شد، نور هر یک از این کهکشانها زمان متفاوتی را طی می کنند تا به ما برسند و یکی دیرتر از دیگری به ما می رسد. بنابراین دومین انفجار یک انفجار جدید نیست، بلکه همان انفجار 2016 است، اما با اختلاف زمانی 7 تا 8 سال. این خیلی جالب است و تلسکوپ وب تا حالا چنین چیزی را رصد نکرده بود. تفاوت آن با عکس هابل. حالا که می‌دانیم این انفجار همان انفجار هابل است، می‌توانیم این دو را مقایسه کنیم و ببینیم که چه تفاوت‌هایی، چه شباهت‌هایی دارند. تلسکوپ هابل و وب در کارکرد متفاوت هستند. با دیدن این عکس‌ها می‌توانیم دوری وب را ببینیم. نوری بیشتر، جزئیات بیشتر و خیلی چیزهای بیشتری دیگر. در اینجا یک مشکل وجود دارد. این لنز گرانشی مانع شناسایی دقیق انفجار می شود.
دانشمندان نمیتوانند نوع بزرگی و مکان دقیق آن را شناسایی کنند، چون دقیق بر روی یه لنز گرانشی قرار گرفته است. حتی تأخیر زمانی آن میتواند ارورهایی به وجود بیاورد، چون انفجار ستاره‌ای در طول زمان تغییر میکند و همینطور نور کهکشان میزبان، مثلا گرد و خاک و گازهای میان راه، میتواند نور انفجار را کم کند و آن را قرمز رنگ تر کند. در کنار این چند عکس جدید هم هست. این سیاره وسپ 80B است. تلسکوپ وب توانست نشانه متان را در این سیاره در اتمسفر این سیاره پیدا کند. این سیاره 163 سال نوری از ما دور است. مثل مشتری یک قول گازی است و هر سال آن 3 روز زمینی می شود. یعنی به ستاره میزبان خیلی نزدیک است. عکس بعدی یک رگ کیهانی است. هربیگ هارو 797. یک مسیر فضایی که در آن صدها ستاره در حال رشد هستند. و این عکس بعدی است. بسترگاه یک انفجار. باقی ماندگی انفجار ابرنواختری بسیار بزرگ. این تصویر معروف به کسوپیای آ است. اما وب توانست در داخل آن خیلی چیزهای جدید پیدا کند. نقاط فشرده و روشن بسیار عجیب. توده‌هایی از سولفور، اکسیژن، آرگون و نئون. تمامی عنصرهای مورد نیاز برای شکلگیری حیات. پس اگر سیاری در اینجا شکل بگیرد، میتواند مثل زمین بشود. این یک هدیه کیهانی است. در مورد این چیزهای زیادی برای گفتن هست که باید در یک برنامه کامل و جدا در مورد آن صحبت کرد. این عکس بسیار جالب است. آن یک ستاره نیست، یک سیار هم نیست. آن یک کوتوله خاکستری است. وب توانست دورترین کوتوله خاکستری سرگردان را پیدا کند. این گروه ستاره IC-348 است که 1000 سال نوری از ما فاصله دارد. هنوز نمی‌دانیم که یک خاکستری کوتوله سرگردان به این اندازه با این کوچکی چگونه شکلی می‌گیرد. اما هرچی که هست بسیار جالب و شگفت‌انگیز است. یک کیلونووا که برای اولین بار وجود عنصر تلریوم را نشان داد. این دومین رکورددار روشن‌ترین انفجار ثبت شده است. یک انفجار ستاره‌ای که از برخورد و ادغام 2 ستاره نوترونی به وجود می آید و آن برخورد چنان نور و ارتعاش تولید می کند که مثال نداشته و به همین علت به آن کیلونووا می گویند، چون هم نور مرئی و هم اشعه گامای وحشتناکی تولید کردی. در کل یک انفجار بسیار وحشتناک است. اسم آن GRB-230-307A است. اگر به این عکس نگاه کنیم می بینیم که یک کهکشان هم در آنجا هست. آن خانه آن 2 ستاره نوترونی است. پس چرا آن ستاره ها در خارج از کهکشان هستند؟ حدوداً 120 هزار سال نوری از لبه کهکشان خود دور شدند. برخورد 2 ستاره نوترونی با هم و یا کیلونووا بسیار کمیاب است و شکار آن بسیار سخت است. این انفجار اول توسط تلسکوپ فرمی در چند ماه گذشته دیده شد و حالا جیمز وب آن را با آینه های بسیار قدرتمندتر خود به ما نشان می دهد. به عنوان دومین رکورددار کیلونووا شناخته شد، چون حدوداً 1000 برابر روشنتر از یک انفجار ستاره‌ای معمولی است. و جالب اینجاست که نور انفجار آن تا 200 ثانیه طول کشید و به همین علت در گروه انفجارات اشعه گامای طولانی و یا لانگ گمری بورس قرار گرفت. در این تصویر طیف نوری آن را می‌بینیم که یک عنصر بسیار سنگین و تا حالا دیده نشده را نشان می‌دهد. تلریوم. چنین انفجارات بزرگی می تواند عنصرهای بسیار سنگین را تولید کند، مثل طلا، تیتانیوم و حتی ایودین که در خون انسان هست. این عکس جدید وب از سیاره مشتری است، اما اصل مطلب چیزی دیگری است. تلسکوپ وب توانست نوع جدیدی از طوفان‌ها را در آنجا پیدا کند. یک جریان طوفانی جت مانند به عرض 4800 کیلومتر، آن هم بر فراز اتمسفر بسیار خشن مشتری. این جریان جت مانند با سرعت 520 کیلومتر بر ساعت حرکت می کند و 2 برابر قوی تر از طوفان‌های رده 5 روی زمین است. بلندی و یا قد آن 40 کیلومتر است. درست بالای یک توده ابری و طوفانی دیگر که از آمونیای یخزده هست می چرخد و این نشان می دهد سطح و اعماق سیاره مشتری چقدر وحشتناک و پرهرج و مرج است. این تصویر با دوربین فروسرخ نزدیک وب گرفته شده که حتی شفق‌های قطب شمال و جنوب آن را می‌توانیم ببینیم که واقعاً زیباست.
این دوربین میتواند فعالیت‌های زیرین مشتری را ببیند، چیزهایی که قبلا دیده نمی‌شدند، آن هم به دلیل ابرها و جریانات بسیار فشرده اتمسفر بالایی مشتری است. سیاره مشتری با زمین خیلی فرق می‌کند. مثلا مشتری یک قور گازی است و زمین یک سیاره سنگی معتدل، اما از یک نظر مثل هم هستند. طوفان‌های یک شکل دارند. البته در ظاهر و در عمل کرد یک شکل هستند، اما در سرعت و بزرگی نیستند و مشتری بر زمین پیروزی دارد و این عکس لایه‌های جو سیار مشتری را نشان می‌دهد و تا حالا چنین اطلاعات دقیقی از اتمسفر مشتری نداشتیم. این عکس در سال 2022 گرفته شد، اما اطلاعات جدید در همین روزها منتشر شده است. ولی سیاره مشتری بزرگترین و وحشتناکترین سیاره نیست. در فضا سیاره‌ای با اسم وسپ-17B وجود دارد که در اندازه 7 برابر سیاره مشتری، اما در جرم نصف آن است و به عنوان بزرگترین و پفکی ترین سیاره شناخته می شود. حدوداً در فاصله 1300 سال نوری از زمین قرار دارد و یک سیاره مشتری داغ است با دمایی در حدود 1500 درجه سانتیگراد، اما با فشار اتمسفری بسیار پایین، حدوداً 1000 فشار سطح زمین. این شرایط باعث شده در جو آن نوعی ابر بسیار خاص شکل بگیرد، ابرهایی از جنس کوارتز و یا سیلیکون دیوکسید، و این برای اولین بار است که چنین عنصری را در ابرهای یک سیاره گازی می‌بینیم. اما این کریستال‌ها چند اندازه هستند؟ تقریبا 10 نانومتر و یا 1 میلیونیوم 1 سانتی متر هستند. ابرهای اتمسفر آن از گازهای هیدروژن و هلیوم، کربن دیوکسید، بخار آب و تعداد زیادی از مولکول‌های معمولی شکل گرفته است و حالا این کریستال‌های سیلیکا هم به آنها اضافه شده است. این عنصر در تمامی سیارات سنگی و قهوه‌ای‌های کوتوله هست، اما وجودش در اتمسفر یک قول گازی چیز عادی نیست، مخصوصاً کوارتز که یک عنصر خالص است. این سیاره با سرعت وحشتناک به دور ستاره خود می‌چرخد. هر سال آن 3.7 روز زمینی می شود. بنابراین بهترین کاندید برای تفکیک نوری و طیف سنجی است، چون هر 3.5 روز یک بار از جلوی ستاره خود عبور می کند و نور ستاره از میان اتمسفر آن عبور کرده و به سمت ما می آید. و جیمز وب هم که استاد طیف سنجی است، عنصرهای موجود در اتمسفر آن را به دست می آورد. این اطلاعات در 13 مارس 2023 توسط دستگاه‌های میری وب به دست آمد. تصویر بعدی یک کودکستان ستاره‌ای است. یک محدوده ستاره ساز به اسم NGC-346 که با دوربین فروسرخ میانی گرفته شده است. رنگ‌های آن نشان دهنده عنصر سیلیکات است و مولکول‌های شیمیایی دودی و نقاط قرمز رنگ گاز داغ شده هیدروژن را نشان می‌دهند که توسط ستارگان بسیار روشن و داغ اطراف و قلب این محدوده به وجود آمده است. و همچنین هزاران ستاره نوزاد هم در آنجا هست که هنوز از گهواره‌های خود بیرون نیامده‌اند. NGC-346 در کهکشان ابر ماجلانیک کوچک قرار دارد. ابر ماجلانیک کوچک و یا ماجلانی کوچک یک کهکشان همراه است. در واقع قمر کهکشان راه شیری است و حتی با چشم خالی هم می‌شود آن را دید. جالب اینجاست که عنصرهای بسیار سبک در آن هست، درست مثل کهکشان‌های اولیه که خالی از عنصرهای سنگین بودند. در این قسمت آن ما یک غبار ستاره‌ای داریم که صدها پیچک آبی دارد و از عنصرهای سیلیکات و ترکیبات شیمیایی دودی به اسم هیدروکربن‌های آروماتیک تشکیل شدند و این کمان هم نشان دهنده وجود طوفان‌های ستاره‌ای بسیار قدرتمند است که احتمالاً از این ستاره‌ها به وجود می‌آیند. در آنجا 1001 پیله ستاره‌ای وجود دارد. در واقع ستارگان نوزاد هستند و هنوز در پوسته خود هستند. اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم، مثل یک کشتی است که در فضا دارد حرکت می کند. این بادبان کشتی و این خود کشتی است. اینها جزء بزرگترین و درخشانترین ستارگان شناخته می شوند. بیشتر آنها ولف-رییت هستند، ستارگانی که از اکسیژن ساخته شدند و چند میلیون سال بیشتر عمر نمی کنند و بسیار فعال و خروشان هستند. قبل از این انتظار نمی رفت که چنین ستاره‌های سنگینی با عنصرهای مثل اکسیژن در اینجا پیدا شود که پیدا شد. سحابی اوراین بر قلب آن یک گروه ستاری ترپزیوم قرار دارد. سنگین ترین ستارگان که با گرما و ارتعاشات فرابنفش خود گازهای اطراف را به هیجان در می آورند. این سحابی مثل یک گنج فضایی است و بهترین مکان برای نوشتن کتاب کیهان. در این تصویر ما خیلی چیزها را می بینیم،
اما چیزی در آن هست که اصلا انتظار نمی رفت و به عنوان کشف جدید وب شناخته می شود. اسم آنها جانباز است، سیارات جفت مشتری مانند. اما چگونه به وجود آمدند و این را کسی نمی داند و حتی منطقی هم نیست. جالب اینجاست که 42 عدد از آنها در این تصویر پیدا شدند و خیلی های دیگر هنوز پیدا نشدند و به زودی کشف می شوند. در کنار آن این خطوط قرمز رنگ، البته صورتی رنگ هم هست، مثل انگشت های دست هستند که به سمت چیزی اشاره کردند. اما چیزی عامل آن شده؟ اینها ابرهای مولکولی هستند که از گاز هیدروژن و دیگر گازها تشکیل شدند و یک چیز را نشان می دهند، برخورد دو ستاره غول‌پیکر. این ابرها با سرعت 100 کیلومتر بر ثانیه حرکت می کنند و مرکز آن رویداد هم اینجاست و این ابر سبز رنگ هم نشانه آن برخورد است و آن عنصر آهن است که در هنگام برخورد ستاره‌ای به وجود آمدند. در میان این ابرها ما توده های ستاره سازی را هم می بینیم که بسیار جالب هستند و این تصویر تلسکوپ وب از سحابی حلقه است و واقعا بهترین می تواند باشد. سحابی حلقه تقریبا شبیه برادر خود سحابی حلقه جنوبی است. هر دوی آنها در گروه سحابی سیاری قرار دارند. اسم سیاری در اینجا کمی اشتباه است. در آنجا هیچ سیاری وجود ندارد. اما چون در قدیم با تلسکوپ های کوچک آنها را می دیدند، رصد می کردند، در ظاهر مثل سیاری دیده می شدند و به همین علت اسم آنها را سحابی سیاری گذاشتند. سحابی حلقه دود یک انفجار ستاره‌ای است و در وسط آن یک ستاره مرده و یا روح ستاره قرار گرفته و این درست سرنوشت خورشید هم هست. این تصویر توسط دوربین فروسرخ نزدیک وب گرفته شده است و به همین علت اینقدر شفاف و واضح دیده می شود و این هم عکس فروسرخ میانی آن است که می توانیم حاله بسیار کمرنگی که در اطراف آن هست را ببینیم، البته بسیار واضح ببینیم، می درخشد. این سحابی در فاصله 2200 سال نوری از ما قرار دارد. در داخل این سحابی 20,000 لکه مولکولی دیده شده است و هر لکه به اندازه زمین جرم دارد. در حلقه‌های بیرونی آن یک مولکول جالب وجود دارد و یا یک گروه مولکولی جالب وجود دارد. پلی‌سایکلیک آروماتیک هیدروکربن. مولکول‌های بسیار غنی شده‌ای هستند که اصلاً وجودشان در چنین جاهایی پیش‌بینی نمی‌شد. زمانی که دانشمندان به حلقه‌ها و زمان شکل‌گیری آنها نگاه کردند، متوجه چیز جالبی شدند. یک ستاره تنها نمی‌تواند چنین شکلی را بسازد و حتماً در آنجا یک ستاره همراه، یک چرخ دومی هم هست. عکس و خبر بعدی بسیار جالب است. تلسکوپ وب توانست سرعت انبساط کیهانی را اندازه‌گیری کند. همانطور که می‌دانید، فضای بین کهکشان‌ها در حال رشد کردن است. البته آنهایی که بین 1 تا 1.5 مگاپارسک از هم فاصله دارند، یعنی 3.3 میلیون سال نوری، این انبساط فضا را هابل کانستنت می‌گویند، چون اول توسط تلسکوپ هابل تایید شد. اگر بتوانیم سرعت دقیق این انبساط را به دست بیاوریم، می توانیم عاقبت و سرنوشت و پایان کیهان را پیش بینی کنیم. اما چگونه این کار انجام بدهیم؟ در این عکس یک توده ستاره‌ای را می بینیم. این یکی متعلق به تلسکوپ هابل است و می بینیم که جزئیات پایینی دارد، ولی این یکی متعلق به وب است و خیلی بهتر و با کیفیت تر است. در وسط این توده یک ستاره بسیار درخشان و خاص وجود دارد با نام سیفاید. دانشمندان با بررسی و تغییر کوچکترین تغییر در طیف نور آن ستاره توانستند سرعت دور شدن آن را محاسبه کنند، اندازه‌گیری کنند که قبلا توسط عکس تلسکوپ هابل انجام شد و زیاد هم قابل اعتماد نبود، ولی الان وب این کار انجام داده است و جالب اینجاست که همان اندازه قبلی، همان مقدار قبلی دوباره به دست آمده است و ما فهمیدیم که اطلاعات هابل درست بوده است. آنها ستارگان خاصی هستند، سفایدها، بزرگ، پرنور و بسیار تپنده هستند. دانشمندان با تعقیب آنها در کهکشان میزبانشان می توانند سرعت دور شدن آن کهکشان ها را از ما به دست بیاورند. این ستارگان حداقل 100,000 برابر خورشید پرنور هستند و می تپند مثل یک پلسار، اما به جای ارتعاشات نور آنها کم زیاد می شود. زیاد وارد جزئیات آن نمی شویم و فقط بدانید که سرعت انبساط کیهانی و یا هابل کانستنت 74 کیلومتر بر هر مگاپارسک است، 3.3 میلیون سال نوری. یعنی دو کهکشانی که در فاصله 3.3 میلیون سال نوری از هم قرار دارند با سرعت 74 کیلومتر بر ثانیه از هم دور می شوند.
عکس بعدی یک جسم هربیکارو است. هربیکارو یک ابر و رد ستاره‌ای است. زمانی که یک ستاره در دوران نوزادی خود هست، مقدار زیادی تشعشعات و موج از خود تولید می‌کند و همچنین دو جت از مواد خام. این تشعشعات مولکول‌های اطراف را هیجان زده می‌کند. مولکول‌هایی مثل هیدروژن غنی شده، کربن مونوکسید و سیلیکون مونوکسید و باعث می‌شود که از خودشان نور فروسرخ تولید کنند و وب آنها را ببیند. درست مثل چیزی که در اینجا می‌بینیم. هربیکارو 211. به احتمال زیاد خورشید هم زمان این شکلی بوده است و زمین و سیارات منظومه در جایی در داخل همچین ابری کم کم به وجود آمدند. این پدیده در فاصله 1000 سال نوری از ما قرار دارد و در صورت فلکی پرسئوس می توانید آن را پیدا کنید و اگر او را پیدا کردید سلام ما را هم برسانید. و حالا نوبت یکی از جالب‌ترین پدیده‌های آسمانی می‌رسد. پدیده‌ای که می توانید آن را از روی زمین هم ببینید. ابرنواختر SN1987A. این پدیده در فاصله 168 هزار سال نوری از ما قرار دارد. درست در وسط و یا در قلب کهکشان کوتوله ابر مجلانیک بزرگ. در ویدیوی سفر به مرز کیهان ما از این پدیده دیدن کردیم و آن را جواهر و گنج و زمرد کیهانی نامیدیم، چون واقعا زیباست. در ظاهر مثل یک چشم دیده می شود. در وسط آن یک توده گازی بسیار فشرده و بزرگ قرار گرفته است که همان انفجار و یا مرکز انفجار بوده است. حلقه اول محصول قبل از انفجار است، همان گاز و موادی که قبل از انفجار از سطح ستاره به فضا آزاد شده است. حلقه دومی موج انفجار را نشان می دهد. این موج مدت هاست که از داخل این توده ابری عبور کرده است، اما تأثیر آن هنوز در آنجا هست، دیدی می شود. و این حلقه هم به تازگی توسط وب کشف شده است. یک حلقه بسیار نازک را نشان می دهد. و این هم حلقه های بیرونی است که قدرت موج انفجار را نشان می دهد و می گوید که آن موج تا کجاها که نیامده است. اما در وسط همه اینها یک ستاره وجود دارد، ولی آن یک ستاره معمولی نیست. آن یک ستاره نوترونی است، یک پولسار. بنابراین آن ستاره اولیه باید یک غول سفید و یا یک ولفریت بوده باشد، چون در غیر این صورت به یک کتله سفید تبدیل می شد. و این هم تصویر بعدی است، ابر کهکشان M51، یکی از زیباترین کهکشان ها در آسمان. اسم اصلی آن کهکشان طراحی زیبا و یا گرند دیزاین گالکسی است. این کهکشان در دو طول موج گرفته شده است، فروسرخ میانی و فروسرخ نزدیک، و این هم مخلوطی از هر دو است. در فاصله 27 میلیون سال نوری قرار دارد، در صورت فلکی کنز ونیتسی. این کهکشان با یک کهکشان دیگر گره خورده است، NGC 5195، و همین گره خوردگی باعث به وجود آمدن چنین شکل زیبایی شده است.